سلام دوستان، به کانال مسعود خوش اومدین. این جلسه میخوام براتون بذارم روش تهیه اسپرسو رو، که البته با دستگاه این کارو انجام میدم. امیدوارم خوشتون بیاد و همینطور اگه کانال ما رو سابسکرایب ندارین میتونین کانال ما رو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو به صدا در بیارین و میتونین اینطوری پیج ما رو دنبال کنین و از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بریم که داشته باشیم روش تهیه اسپرسو رو. قهوه‌های مختلفو براتون طرز تهیه‌اشو میذارم که بتونین از تک تکشون با خبر بشین و توی خونه اگه دستگاه دارین با اون قهوه‌های مختلفی رو درست کنین، آماده کنین و لذتشو ببرین. دسته قهوه‌مون رو تمیز می‌کنیم به طورتی که هیچ خیسی داخلش نباشه و نم نداشته باشه و بعد باید قهوه رو آسیاب بکنیم. من آسیاب قهوه رو درجهشو تنظیم کردم روی مقداری که آسیاب ریز بهمون تحویل بده و قهوه برای اسپرسو نباید آسیاب درشتی داشته باشه. خب دوستان، کار بعدی که قراره انجام بدیم اینه که قهوه‌ای که آسیاب شده و داخل کاپمون قرار داره میتونیم اونو تمپش بکنیم و مقداری فشار بهش بیاریم تا صاف بشه و آماده گذاشتن توی دستگاه بشه. قهوه رو این تمپ رو میذاریم و به آرومی بدون اینکه فشار زیادی بهش بیاریم اون رو میچرخونیم. البته میتونید کنار یک لبه مثل اینجا هم این کار رو انجام بدید و قهوه توی اینجا باید صاف بشه و آماده گذاشتن توی دستگاه میشه. کار بعدی که قراره انجام بدیم اینه که پودر اسپرسوی که داخل کاپ قرار دادیم میتونیم بذاریم داخل دستگاه و میچرخونیم. خب مقدار قهوه‌ای که قراره برای یک شات اسپرسو استفاده کنیم حدود 30 میلی گرمه و من چون اسپرسوی من برای دو تا کاپه یه لیوان بزرگ زیرش قرار میدم که بتونم سارگیری رو درست انجام بدم. بعد روی دکمه منوال اسپرسو ساز کلیک میکنیم و عصاره قهوه رو داریم. نباید این عصاره خیلی سریع تولید بشه و نباید خیلی کند تولید بشه، باید به صورت متوسط این عصاره گیری انجام میشه که ما این مقدار اسپرسو رو ته چند ثانیه میتونیم بگیریم با یه دستگاه دو اسکوپه. و من اسپرسو رو داخل یه شات ریختم و این شات حدود 30-40 میلی گرم هستش و میتونین الان از خوردن یک کافه لذت ببرین. یادتون نره همیشه بعد از استفاده از دستگاه اون دستگاه رو دسته رو میتونین بردارین، باز دوباره درش بیارین و تمیزش کنین و حتما بذارین سر جاش، اینطور اصولی تره. خب روش درست کردن اسپرسو رو دیدیم، امیدوارم لذت برده باشیم، خیلی ساده بود. تا قسمت بعد برای کافه‌های بعد، بدرود.